فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 465 شهر از 170 هزار و نفر بیشتر است. طبق آمار وزارت بهداشت برای اولین بار شمار مبتلایان جدید در 24 ساعت از 14 هزار نفر گذشت. هریرچی به ازای یک فوتی در کشور دویست الی یک هزار نفر با میانگین حدود 60 درصد به بیماری کرونا مبتلا می شوند. هیئت رئیسی کمیسیون بهداشت مجلس ارتجا در 24 ساعت 14 هزار نفر مبتلا می شوند و 460 نفر فوت می کنند. ویروس با سرعت مردم را مبتلا می کند. به جای اینکه پشت سر ویروس حرکت و خرابه ها را جمع کنیم باید مانع زنجیره انتقال شویم. رئیس بیمارستان فیاض بخش موج سوم بسیار شدیدتر از اول و دوم است و متاسفانه در این پیک انواع شدیدتر داریم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جز کاشان و آران و ۳ 34 نفر در 24 ساعت گذشته جان باختند 1776 بیمار در استان اصفهان بستری هستند که 363 بیمار در آی سی هستند دانشگاه علوم پزشکی کرمان 22 بیمار کرونا در 24 ساعت گذشته جان باختند و شمار جان باختگان به 1834 نفر است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز جمعه هفتم آذر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جان باختگان کرونا در 465 شهر از 170200 نفر گذشت. شماره قربانیان در آذربایجان شرقی به 6779 نفر، در آذربایجان غربی به 6260 نفر، در البرز به 4557 نفر، در اردبیل به 1915 نفر، در اصفهان به 9685 نفر، در ایلام به 1725 نفر، در بوشهر به 1769 نفر در تهران به 41911 نفر، در خراسان جنوبی به 15036 نفر، در خراسان رضوی به 12050 نفر، در خراسان شمالی به 2673 نفر، در زنجان به 1700 نفر، در سمنان به 2514 نفر، در سیستان و بلوچستان به 4301 نفر، در فارس

و در یست به 2977 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان 24 ساعت گذشته را 406 نفر ذکر کرد. در همین فاصله 14051 بیمار جدید شناسایی و 5860 بیمار در شرایط وخیم به سر می‌برند. به این ترتیب برای چهارمین روز متوالی شمار مبتلایان و بیماران وخیم رکورد شکسته است. هریچی معاون وزیر بهداشت رژیم گفت به ازای یک فوتی در کشور دویست الا یک هزار نفر با میانگین حدود 6 درصد به بیماری کرونا مبتلا می شوند. محسنی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس ارتجا گفت در 24 ساعت 14 هزار نفر مورد جدید مبتلا می شود و بالای 460 نفر فوتی داریم که این نشان می دهد ویروس همچنان با سرعت برای مبتلا کردن مردم ما تلاش می کند. به جای اینکه پشت سر ویروس حرکت و خرابه هایش را جمع کنیم باید مانع زنجیره انتقال شویم. در تهران منافی رئیس بیمارستان امام حسین گفت بدحالی بیماران مراجعه کننده را ما به خصوص در دو هفته و شاید یک ماه گذشته داشتیم و یک پیک نسبتا شدید که یک مقداری همه را نگران کرده بود در مجموع علائم ویروس تغییر محسوسی ندارد و ما به نسبت اسفند ما و فروردین ما بیماران بدحالتری را می دیدیم. رئیس بیمارستان فیاز بخش گفت موج سوم بسیار شدیدتر از موج اول و دوم است و ما همچنان ورودی بیماران را داریم چیزی را که در بیمارستان خودمان داریم میبینیم متاسفانه به نظر می آید انواع شدیدتر را ما در این پیک بیشتر می بینیم. در اسفهان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اسفهان گفت در حال حاضر 1776 بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان اسفهان به جز کاشان و آران و بیدگل بستری هستند. از این تعداد 363 بیمار در بخش آی سی یو نگهداری می شوند. آمار مرگ و میر بیماران کرونا طی 24 ساعت اخیر 34 نفر است. در کرمان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت تعداد فوتی های قطعی ابتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته 22 نفر و شماره جان در اثر کرونا تا کنون به 1834 نفر رسیده است. از سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی گفت در حال حاضر 748 بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان یزد بستری هستند که از این تعداد 174 نفر به دلیل وخامت حال در بخش آی سی یو تحت درمان قرار دارند و در شبانه روز گذشته 18 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در استان جان خود را از دست دادند دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران هفتم آذر 1399